خب بیایم حالا این به اصطلاح اول یکی این که این ریست رو درست بکنیم که علاوه بر این بیاد این مسیج وینر رو هم سیگنال کنیم. من اینجا این کار رو هم انجام بدم که ریست که میکنیم مثلا این هم ریست بشه. خب قسمت بعدی این که آیا من میتونم مسیجی که دارم رو یه مقداری متفاوت تر نشون بدم. بیاییم دوباره توی لیست کامپوننت همون نگاه بکنیم ببینیم چی داریم. توی لیست کامپوننت همون اگر بخوایم میتونیم با مودال کار بکنیم. اینجا دوباره من میتونم بزنم مثالش رو ببینم که مودال میبینید که خودش اومده یه دونه پرسبل گذاشته، همونطور که راجبش صحبت کردیم میتونیم با پرسبل هم کار بکنیم و از اینجا میتونیم مودال رو داشته باشیم. مودال این حالا مثالی که اینجا وجود داره و بعدش حالا مثال بعدیش که راجب الرت هستش، ولی خب در کل میتونیم پس به این صورت مودال رو داشته باشیم. من میام از همینجا میخوام بگم که وقتی که به اصطلاح برنده شدیم، ست وینر شد، بیاد به جایی که هم تکست رو نشون بده هم به سلام مدار رو به همون نشون بده. پس من مدار راحت میکنم، حواسم باشه که باز دوباره باید این پورتش رو بالا قرار بدیم. اینجا خودش گفته که انیمیشنش رو میتونی به سلام یکی از این انیمیشن تایپ ها بذاریم. میتونیم اینجا بیایم ببینیم که انیمیشن تایپ ها چیا هستن که میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. سلاید، فید و نان آپشن هایی هستش که خودش رو بهمون داده. بعد میگه که خب مودال ویزیبیلیتیش اینجا باید مشخص بشه که چجوری هست. مودال ویزیبیلیتی ما برای وقتی که ما وینر رو تعریف کردیم، پس من میتونم در جا همین رو اینجا قرار بدم و بعدش میگه که وقتی که بسته شد چه اتفاقی بیفته. یه بخشی اینجا داره که راجع به الرت، یه بخشی هم داره که خب ما خودمون اینجا فانکشن قرار میدیم آن مودال کلاس. پس بیایم ببینیم مودال داخل این سیستم به چه صورت کار کنه. میام این رو قرار میدم و کافیه که فقط داخلش بگم که ست وینر نال بشه و وقتی هم که بسته شد بعدش میتونم بهش بگم که حتی ریست هم بشه. حالا فرض کنیم که من اینجا ریفرش هم میکنم، میام میبینم که خب به نظر این او برنده شد و هنوز من مودال رو نمیبینم به خاطر اینکه داخلش بس باید بیام کامپوننتی رو تعریف بکنم که دیده بشه. خب پس هر چیزی که داخلش تعریف بکنم میتونه مثال این مودال من باشه که اینجا تعریف شده. پس میتونم داخلش بیام یک ویوی دیگه بگم، بهش بگم که مثلا اسم مودالم رو میتونم هر چیزی بذارم. حالا من داخلش برای اینکه مثالش ساده باشه یه دونه تکست قرار میدم، ریست میکنم و اینجا ایکس برنده میشه و میخوام ببینم که وینر من چجوری نمایش داده میشه. خب همچنان وینر من اومده رفته اون بالا، پس انگار که مودال من تمام اون ویژگی هایی که من میخوام از کل سفر رو میتونه به هم بده. ضمن این که پس باید بیام بهش استایلم بدم دقیقا چیزایی که میخوام و میتونم حالا استایل مودال رو حتی از اینجا که مثال خوبی هم خودش داره بیام و کپی پیستش بکنم. اینجا تمام اتفاقاتی که افتاده اینه که مادی گفته که این مودال به چه صورت باشه، چجوری مثلا قرار بگیره و غیره. پس من حالا خودم شروع میکنم استایل دادم بهش، میش میگم که استایلز دات مودال ویو آبجکتش پاس بدیم. پس ببینید که داریم این سیستم رو گسترشش میدیم. خب بهترین کار اینه که شما مودال رو اول بیاید یک کامپوننت مجزایش بکنید که من از این بعد هر موقع مودال داشتم بتونم بیام از این کامپوننت های مودال استفاده بکنم که اینجا وجود داره. ولی خب فعلا من برای اینکه فهم میخوام مثالش رو بهتون نشون بدم، حالا بعدا بهتون میگم که چجوری میتونیم یه مقداری سریعتر استایل بدیم. خب مودال ویو رو که تعریف کردم میام بهش میگم که خب اینجا اول ریست میکنم، دوباره
مودال ویو من قرارش چی باشه؟ قراره که یک فلکس وانی باشه، دیسپلی یعنی تکست جستیفای کانتنتش سنتر باشه و علامتش هم همینطور سنتر. و اینجا میتونیم این فلکس رو تعریف داشته باشیم. من اینجا رو باید نمیستم باشه که جایی نام کاما قرار بدم چون داریم آبجکت درست میکنیم. خب پس من اینجا دوباره میتونم فرینر رو که مشخص میشه استایلم رو ببینم که خب چرا به چه صورت میتونم دقیقا وسط بنویسمش. خب پس من میتونم اینجا بهش یه ویت بدم که ببینیم دقیقا چه اتفاق داره میفته. یه هایت هم بهش میدم 100. خب الان ما مطمئن نیستیم که دقیقا این آبجکتی که داریم کجا قرار گرفته و حالا توی ویدیوهای بعدی بیشتر راجع به این صحبت میکنیم که چجوری میتونیم حتی این رو دیباگش کنیم. خب اینجا تنها کاری که ما لازم داریم بکنیم اینه که بیایم بهش اول یه ترو بدیم ببینیم که آها این پس میاد دقیقا وسط قرار میگیره. مشکلش چیه؟ پس این احتمالا وینر ما وقتی که تو این حالت قرار میگیره دقیقا مشخص نیستش که مثلا هم بتونه این رو ترو کنه. پس من میام بهش میگم که اگر وینر من مخالف نال بود یعنی که این رو نمایش بده. پس یاد گرفتیم که چجوری یه مقداری دیباگینگ این رو انجام بدیم و حواستون باشه که حتما حالتهای مختلفش رو انجام بدید. من اینجا یه بک‌گراندی برای کل صفحه میتونم قرار بدم، بعد بیام بهش بگم که مثلا فرض کنید که این داخل خودش یه ویو دیگه ای باشه، دوباره این هلو اینجا قرار بگیره. حالا برای اینکه مشخص تر باشه من میتونم همین تکستی که برای وینر قرار دادیم رو داخلش بذارم. اینجا هم بهش بگم که به یکی بهش بگم کانتینر و یکی بگم مودال ویو. پس اینجا این رو به این صورت قرار میدم. اینجا اینجا بک‌گراند این رو میخوام بکنمش سفید و حالا میبینید که پس من تونستم این رو به اصطلاح وسط صفحه داشته باشم. میتونم بهش بگم که این مثلا فلکسش برداشته بشه و بهش مثلا یک هدینگی بدم 20 پیکسل و مثلا این رو به این شکل اینجا درستش بکنم. میتونم بیام و border radius بهش بدم، میتونی ساختارش بیشتر شبیه مودال بشه به این صورت. و بعدش خب حالا میخوام بیام و هم بهش بگم که خب اگر مثلا روی دکمه کلوز کلیک کردم یا دکمه ریسیت کلیک کردم بتونه بعدش ریسیت بشه. خب یه راهمون اینه که شما همین الان میتونم بلدید که همین استفاده بکنید که اینجا ریسیت رو بزنید و ریسیت به صلاح بیاد همین کار رو انجام بده، یا بهتره که همین الان بیاییم و با آن پرس هم کار بکنیم که با پرسبل آن پرسش کار بکنیم که بتونیم یه مقداری هم این رو یاد گرفته باشه. پس من میام اینجا به جای باتن این با پرسبل رو استفاده کنم. اینجا بهش میگم که آن کلوز مودا یا آن مودال کلوز اینجا و توی پرسبل که خب باید حتما ایمپورت بشه، من ایمپورتش رو خودمون بیاییم به اینجا قرار گرفته. میایم پس حالا میایم میگیم که این به این صورت و هم پاسیبل اینجا بسته میشه. خب اینجا تکستش خوب نیست، میخوام بگیم که مثلا start new game به این صورت میخوام start new game رو داشته باشم. خب از ویژگی های پرسیبل چی بود که من میتونم حالتهای مختلفش بهش استایل بدم؟ میتونم بیام اینجا ببینید یه بخش استایل داره و قسمتی که این پرسیبل میتونیم بهش آبجکت باز بدیم. پس من اگر بیام از همین مثال خودش استفاده بکنم میتونم بهش بگم که خب به جایی که این تکست اینجا رو نوشته
بیا اینجا رندر بشو. و حالا مثلا برای من حالتی که مختلفی که وجود داره، نمیخوام بهش بگم که تکست داخلش فرق کنه، میتونم باش با پرستش فقط بهش بگم که بک‌گراند کالرش از حالتی به حالت دیگه عوض بشه. حالا این رو اگه خواسته میتونین استفاده بکنین یا نه، یا یعنی اینکه اصلا میتونستین داخلش فرق بذارین، یعنی اینکه این همه تحت اختیار خودمونه که میتونیم باهاش کار بکنیم. خب پس من دوباره مشخص میشه، میبینید وقتی کلیک میکنم روش رنگش الان تغییر میکنه. اینجا تو استایلش هم پس ما تونستیم با متغیر پرستش کار بکنیم که از خود داخل پرسبل داریم. پس من تنها کاری که باید بکنم اینه که مثلا اینجا بهش استایل بدم که مثلا کاستوم باتن، و این کاستوم باتن رو بیام اینجا تعریفش بکنم، بهش بگم که کاستوم باتن من مثلا یه پدینگی هم داره. خب اینجا ببینید که این پدینگش به چه صورت تعریف شده. پس وقتی که پرس بشه اینه، وقتی که پرس نباشه مثلا وایته، من میتونم بگم که مثلا بلو باشه به این صورت، و وقتی که مثلا کالرش رو بگم که وایت. ولی خب دوباره باید حواستون باشه که توی کالر من وقتی که داریم به تکست میخوام کالر بدیم، باید بیاین این تکست رو اینجا تعریف کنیم. خب حالا چیزی که داریم چیه؟ اینه که این بلو هستش و اینجا حالا میخوام مثلا این بگیم که خب این تکستم رنگش عوض بشه. خب الان ما یاد گرفتیم که اینجا بهش میگیم که color، بعدش میگیم مثلا white، و اینجا برامون استایل این رو تغییر میده. پس ما میتونیم جداگونه بیایم بهش بگیم که خب حالا برای حالت pressed و غیر pressed بیاید object این رو به صلاح تغییر بده. پس من اینجا این رو میتونم به این شکل تعریف کنم و بهش بگم که خب یه بر من همون رو ریترن بکن و از این پرست استفاده بکن. اگر پرست هست مثلا برای من بلک نمایش بده، و اگر پرست نیست وایت باشه. پس میتونید به این شکل استایل مختلفی به این باتن بدید. و کلن الان من تونستم که بیام پس با پرسبل هم کار بکنم، استایل مختلفی رو بهش بدم، خودم دارم بهش میگم که دقیقا چه اتفاقی میفته. اینجا بلافاصله بعد از اینکه برنده بشه یکی میاد این بالا، من توی ویو خودم میتونم این قسمت رو مثلا توی پرسبل که کاستوم باتن هست یه مارجین هم بهش بدم، مثلا فرض کنید مارجین 10 هم بهش بدم که مثل فاصله هم اینجا ایجاد بشه، یا مثلا مارجین تاپ فقط بهش بدن. همه اینا دیگه حالا بر اساس اینکه شما دارید چجوری خودتون کد میزنید میتونه تغییر بکنه. X is the winner، بعد اینو میزنه و حالا مثلا بعد از اینکه کلیک شد میتونم بهش بگم که خب توی pressable on modal close که زده نشه، مثلا بهش بگم که on press new game صدا زده بشه. اینجا on press new game به این صورت یک فانکشن جدایی باشه که چیکار میکنه؟ یکی مودال رو میبنده و دومی میاد on press reset button رو کلیک میکنه که کل بازی هم reset میشه. پس بلافاصله بعد از این میبینید که میتونه بازی جدید شروع بشه. پس یاد گرفتیم که چجوری میتونیم حالا بیان با مودال کار بکنیم، میتونیم بیایم با پرسبل هم چطور کار بکنیم. حالا ما همین اپ رو داریم و تا اینجا تونستیم بازی تیک تاک تو رو به خوبی بنویسیم.